گاهی وقتها از یه فردی که به ظاهر دینداره و میگه من کردم، من خدمت دین میکنم، منم که برای جامعه مفیدم، منم که تو جامعه چه کارهای قشنگی انجام میدم، فسادی که این جمله در طول تاریخ ایجاد کرده، این جمله افرادی که به ظاهر برای دین دارن خدمت میکنن، فسادی که این جمله این قشر در دنیا کرده، شراب ها نکرده، شراب اینقدر فساد در دنیا نکرده که این جمله کرده. همین چیزی که امروز ما و شما امروز در قالب صهیونیسم داریم میبینیم، اینا یه قشری هستن که خودشون خیلی دیندار دارن، اینا یه افرادی هستن که خودشون رو منتسب به حضرت موسی میدونن، اینا کسانی هستن که خودشون رو بهترین دینداران عالم میفهمن و احساس میکنن که شعور و درک دینی اینا از تورات و از موسی و از پیامی که فرستاده از همه بالاتره. حالا شما بگید این فساد صهیون آیا از فساد شرابهای دنیا بیشتر نیست؟ این جمله خیلی خطرناکه. مگه خوارج کیا بودن؟ کسانی که همین جملات رو رد و بدل میکردن، احساس میکردن فهم دینیشون، شعور دینیشون، خدمت دینیشون از همه بالاتره، احساس میکردن از ما دیندارتر کسی نیست، از ما برای دین خدا مفیدتر کسی نیست. همینا چه فسادی رو در اون نسل ایجاد کردن؟ شما بگید فساد این خوارج بالاتر بود یا فساد شرابهای اون عصر کدوم بیشتر بود؟ فساد این. لذا آقایی که دین داری، آقایی که خدمت دین میکنی، تو نباید به خودت مطمئن بشی، احساس کنی که من دیگه نفس اماره ندارم، من دیگه نفسم بالقوه فرعون نیست، من دیگر نفس خودم نباید بترسم. چرا؟ تو هم باید بترسی. مگه ابلیس عابد نبود؟ مگه بلعم باور عارف نبود؟ چرا؟ بزرگترین عابدا این نفس رو داشتن، بزرگترین عابدا این نفس رو داشتن، بزرگترین ثروتمندا مثل قارون این نفس رو داشتن. لذا این نفس خطرناکه. هر کی هستی، در هر کجا هستی، بزرگان ما همیشه اینو میگن، بترسیم و خدمت دین کنیم، بترسیم و بندگی خدا کنیم، بترسیم از این نفس اماره و قدم برداریم. هر کی برای این نفس مطمئن شد، هر کی احساس کرد که این نفس دیگه حالا رام من شده، حالا دیگه به من آسیب نمیزنه، اتفاقا از همون لحظه به بعد آسیب‌های نفس برای شروع میشه.